سلام خانم و آقایان، به درس گفتار پنجم ما خوش آمدید. من امروز میخواستم درباره اسکندر مقدونی با شما صحبت کنم. اسکندر از زمانی که پادشاه مقدونیه میشه در سال 336 قبل از میلاد تا اینکه در بابل در سال 323 فوت میکنه، در حقیقت نه تنها پادشاه مقدونیه هست، پادشاه آسیا هم میشه و تغییرات مهمی در ساختار سیاسی و فرهنگی آسیا به وجود میاره. برای همین فکر کردم که یک درس گفتار رو به اون اختصاص بدیم. مطالعات اسکندر بسیار وسیعه. هر سال ده ها کتاب و صدها مقاله شاید در ابعاد مختلف درباره اسکندر در غرب نوشته میشه. اما برای اینکه بخوایم سرچشمه مطالعات آکادمیکی اسکندر رو ببینیم از کی شروع میشه، باید در اول قرن بیستم با آقای تارن این مسئله رو شروع کنیم که نه تنها تاریخ هلنیزم رو نوشته، بلکه درباره اسکندر هم اولین کتاب مهم رو نوشته، ولی یک نوع شیفتگی خاصی به اسکندر داشته. و اینو این شیفتگی شاید برگرده به خاطر اینکه انگلیسی بوده و انگلیس ها به هر حال ببینید استعمارگر بودن، کلونیالیست بودن و این دید کلونیالیستی یک مقدار وارد مطالعات باستانی هم شده. ما باید کاملا آگاه باشیم به نویسندگانی که این کتاب ها رو می نویسن و اونها رو بذاریم در بعد زمانی خود. این مسئله نیست که تارن اشتباه میکنه، ولی کم و کاستی های نویسنده ها رو باید همیشه پشت ذهنمون داشته باشیم. برحال در این زمانی که اسکندر شاه میشه و شاهنشاهی هخامنشی رو تسخیر میکنه و به هند میره، همونطور گفته مطالعات مهمی انجام شده، ولی در رابطه با ایران باید چه کتاب هایی رو در میان تمام این مطالعات وسیع رو در دست داشت و مطالعه کرد؟ من بگم مهمترین کسی که باید در این رابطه ما در کتاباشو داشته باشیم پیر بریان هست، کسی که واقعا تاریخ هخامنشی رو در جلسه قبل در باره شاهنشاهی هخامنشی صحبت کردم رو زنده کرده. ایشون همچنین تاریخ اسکندر رو هم با دید به خصوص خود دنبال کرده و چرا مهمه؟ چون شاهنشاهی هخامنشی رو خوب میشناسه و برای همین میتونه اسکندر رو از یک دیدی که میگم بوی و رنگ ایرانی رو داره هم دنبال کنه. کتاب خیلی خواندنی که نمیگم در ایران به چاپ رسید یا نه، به اسم Alexander the Great, Man of Action, Man of Spirit، اسکندر کبیر، کتابی کوچک که در پاریس چاپ شده و تمام ابعاد زندگی و کارکرد اسکندر رو به ما میده. ولی مطالعات خیلی جدی‌تر کتابی که اول به فرانسه چاپ شد و سال پیش دانشگاه هاروارد کتابش رو تجدید چاپ انگلیسی کرد، Darius in the Shadow of Alexander، داریوش در سایه اسکندر. این کتاب به زیبایی نشون میده که ما چه مشکلاتی با شناخت داریوش سوم، آخرین شاهنشاه هخامنشی داریم، برای اینکه تاریخ نگارها سعی کردن اسکندر رو به گونه‌ای نشون بدن که چقدر بزرگ بوده و برای همین باید داریوش رو تا حدود زیادی نازل میکردن، در صورتی که داریوش سوم نیز پادشاه قدری بوده و همچنین جنرال بسیار مهمه. همچنین کتاب دیگه که سال پیش چاپ شد باز پیر بریان، کتاب The First European: The History of Alexander and the Age of Empire نوشته و این کتاب فوق‌العاده مهم و خوب درباره تاریخ نگاری اسکندر در غرب است. اگر میخواییم بدونیم که چرا غربی ها شیفته اسکندر است و چرا اسکندر رو اصلا مامانی اروپایی میدونن و تاریخ نگاری اون رو دنبال کنین، از جنگ هایی که از زمان عثمانی شروع میشه ما بین شرق و غرب اگر ما بخواییم بدونیم و چجوری اسکندر به اون یک ایدئولوژی وارد این دیسکورس میشه، این جدل میشه، این کتابیست که من به شما توصیه میکنم. خب درباره تاریخ نگاری اسکندر در ایران هم کتاب متعددی هست. من کتاب قدیمی که بسیار دوست دارم نوشته هرمن بنگستن هست، The Greeks and the Persians، یونانیان و ایرانیان، فصل فوق‌العاده خوبی درباره اسکندر در ایران داره.
این نوشته در سال 1965 که میشه در 1944 خورشیدی خودمون چاپ شده و خیلی مهمه در درباره روابط یونانیان و مقدونیان و ایرانیان. ولی به تازگی کتابی که باید به اون ارجاع داد برای مطالعه اسکندر در ایران و آسیا، کتاب هیستوریوگرافی اف الکساندر دی گریت، تاریخ نگاری اسکندر کبیر هست که کریستوف نووتکای لهستانی، روبرت گولینگر اتریشی و یوسف ایسوفر آلمانی اون رو چاپ کردن. بریلین رو چاپ کرده همین در چند سال گذشته. فوق العاده مهم، نکات مختلف و مهمی درباره اسکندر در آسیا و به خصوص در ایران به ما میده. همچنین باید یاد داشته باشیم به هر حال اسکندر به خاطر تاریخ‌دونی که ما میدونیم به نام کلستینیز وجود داشته ولی منبع رو دیگر نداریم، در ایران اثرگذار بوده و در روایت‌های مختلف مثل دارابنامه و اسکندرنامه ها جلوه پیدا کرده. در این راسته من یکی از جدیدترین کتابایی که چاپ شده که دانشجوی خودم هم بوده، خانم هایلا منطقی کتابی چاپ کرده به نام Alexander the Great in the Persian Tradition: History, Myth and Legend in the Medieval Iran، درباره سنت اسکندر و اسکندرنامه ها در ایران کتاب فوق العاده خوبی رو همین دو سه سال پیش چاپ کردن که به شما توصیه میکنم. اما برای ما خودمون به عنوان هم بگیم یک دانشجو بخوام بدونیم در روی اسکندر در آسیا و ایران کار کنیم، چه کار باید بکنیم؟ در وهله اول شما میتونید به سکه شناسی رو بیاریم و مطالعه که درباره سکه شناسی انجام شده. من کتاب با خودم ندارم، خانم هایلا تراکسل در 1997 کتاب فوق العاده مهم درباره سکه های اسکندر برای ما چاپ کرده و ادامه این ضربه این سکه ها، اون کتابی بسیار مهم. و همچنین دیدی آسیایی اگر بخوایم داشته باشیم به اسکندر، عثمان باپراچی، یک همکار خیلی خوب من از سریلانکا، کتابی به فرانسه داره Le Portrait de Alexandre le Grand که این در حقیقت درباره یک سری سکه هایی هست که در هند زده شده به اسم اسکندر که نسبتا تازه چاپ شده بود. اطلاعات فوق العاده خوب درباره سکه های اسکندر میده و همچنین درباره پیشینه اسکندر. همچنین کتاب دیگه عثمان که با فرانک هولت چاپ کرده درباره مدالیون یا سکه بزرگی که اسکندر داره، مدالی که اسکندر داره و خیلی اثرات مهمی داره در باره شناخت اسکندر در شهر که شما میبینید که اون شاخ رو داره. من میدونم که در ایران اون رو کوروش کبیر رو به عنوان ذوالقرنین میشناسن ولی در سنت خارج از ایران به خاطر این شاخهایی که روی سکه اسکندر بوده ذوالقرنین رو با اسکندر تطبیق میدن. برای سکه ها خیلی مهمن برای شناخت اسکندر. اما از برای تاریخ نگاری ما چندین تاریخدان داریم که درباره اسکندر در دوران باستان نوشتن. هیچ کدام از تاریخدان هایی که همراه اسکندر بودند اثرشون باقی نمونده. برای همین ما از قرن اول قبل از میلاد با دیودورس هست که ما اطلاعاتی داریم و بعد جوستین که خیلی کوتاه درباره زندگی اسکندر می‌نویسه. ولی سه تاریخدان بسیار مهم اسکندر که معمولاً هم درباره اینا صحبت می‌کنن کسانی هستن به نام پلوتارک، درباره زندگی افراد مختلف کتاب نوشته، من جمله یکی از پادشاهان هخامنشی، همچنین کوینتوس کرتیوس روفوس تاریخدان دیگر اسکندر هست. خیلی جالبه که این تاریخدان ها در قرن اول و دوم میلادی تاریخ رو دارن می نویسن درباره اسکندر. ما باید در ذهن داشته باشیم زمانی است که رومی ها و اینها نویسندگان رومی هستن دارن به شاهنشاهی اشکانی حمله می کنن و این ناخودآگاه یک ذهنیت در تسخیر آسیا و ایران دوباره از طرف غربی ها رو داره می پرورونه در تاریخ نگاری رومی و ما باید این رو کاملا مد نظر داشته باشیم. بعد از شکست روم در نبرد کارهه از ایران، از همه مهمتر رومانی تاریخدان اسکندر آریان هست. آریان که در قرن دوم میزیسته و با امپراتور روم به ایران در حال حمله کردن، داره روایتی میده که گهگاه در دنیای اشکانیه و گهگاه
به اسکندر برمیگرده. خیلی جالب این تاریخ نگاری که در آریان وجود داره. ولی ما این تاریخ نگار تاریخایی رو که من الان عنوان کردم، کرتیوس روفس، دیودورس، و اینا رو بعد چجوری و آریان رو بشناسیم؟ شما نمی‌دونید یک کتاب باستانی رو همجوری بردنیم و ازش منابع بگیرید. مسائل فوق‌العاده پیچیده‌تر هستش. و مثلا من برای مثال برای تاریخ آریان که بخواید بخونید تاریخ آریان الکساندرو اسکندر رو، شما کتاب‌هایی دارین که در حال کمپانیون زمیمه هستن و یک نوع تکمله هستن درباره این تاریخ نگاری. برای مثال برای تاریخ نگاری آریان، آقای جیمز رام کتاب یکی از این تکمله‌های تاریخ آریان رو به شما نشون میدم که درباره هر فصل و هر اپیزود، یعنی هر برخوردی که پیش میاد، تمام مسائل رو تجزیه تحلیل کرده و بعد رفرنس داده به تاریخ نگارهای دیگه و مطالعاتی که انجام شده. یعنی شما نمیتونید الان بگید که من میخوام مثلا درباره ویزیت اسکندر به پاسارگاد یک مقاله بنویسم موقع که میره در مقابل آرامگاه کوروش و دوبار این کارو میکنه، ولی به مطالعاتی که قبلا انجام نشده دست نزنم. خب این مطالعات رو چجوری میتونید شما بیابید؟ این نوع کمپانیون ها هست، تکمله ها، زمیمه هایی هستند که فوق العاده مهم برای تمام این تاریخ دان های اسکندر هستند. ما با استفاده از این منابع میتونیم کارهای جدیدی هم از دید ایرانی انجام بدیم تا موقعی که به این منابع دسترسی داشته باشیم و ازشون استفاده کنیم. خیلی متشکرم.